روز گذشته جمعه 27 خرداد دکتر احمد مهدوی دامغانی نویسنده و محقق پیشکسوت ادیب و الهیدان پرآوازه ایرانی که در دهه‌های متمادی در دانشگاه‌های تهران، هاروارد و پنسیلوانیا معارف اسلامی و ادبیات فارسی تدریس می‌کرد در سن 95 سالگی پس از چندین روز بیماری و بستری در بیمارستان در فیلادلفیای آمریکا دار فانی را وداع گفت. احمد مهدوی دامغانی 13 شهریور 1305 در مشهد تولد یافت. پدرش علامه محمد کاظم مهدوی دامغانی از چهره‌های معروف در مشهد بود. علوم متداول قدیم و جدید را در آن شهر فرا گرفت و سپس در تهران اقامت گزید. دکترای زبان و ادبیات فارسی را در سال 1342 از دانشگاه تهران گرفت و به تدریس در دانشکده‌های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال 1353 در دانشگاه مادرید به تدریس فقه اسلامی و ادبیات فارسی و عربی پرداخت. اما عشق به ایران و زبان فارسی او را بیشتر از یک سال در اسپانیا ماندگار نکرد. گفتنی است که دکتر مهدوی دامغانی در ترم پاییزی دانشکده ادبیات سال 1358 در مقام رد برخی سخنان راجع به فدک، بخش فدک را از کتاب اشرافی فی الامامه در متن درسی دوره دکترا قرار داد که همین دفاع او از حق مسلم حضرت زهرا سلام الله علیها پرونده اتهامات او را در زندان اوین سنگین تر کرد. او که از سال 1354 رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی بود، به سبب تنظیم شدن سند ازدواج شاه ایران و همسرش در محضر او و به اتهام دعوت نکردن سردفتران به اعتصاب در جریانات سال 57، این استاد ادبیات دانشگاه تهران را راهی زندان اوین و محکمه موسوم به دادگاه انقلاب کرد که گفته می شد برای محاکمه شکنجهگران ساواک برپا شده است. به رغم اصرار و پافشاری لاجوردی، دادگاه با تحقیر و تمسخر و گاه با تهدید مبنی بر طاغوتی بودن دکتر دامغانی و تبلیغ اسلام آریامهری، اما کیفیت دفاعیات دکتر دامغانی از خود و تلاش‌های روحانیون مختلف در سطوح متفاوت و دفاتر برخی مراجع تقلید منجر به صدور حکم براءت برای او و رهایی‌اش از زندان اوین شد. دکتر مهدوی دامغانی از سال 1366 مقیم آمریکا شد و در معتبرترین دانشگاه‌ها در هاروارد و پنسیلوانیا در مقطع دکترا و پسا دکترا مشغول تدریس شد. تألیف کتاب از علی آموز اخلاص عمل، رساله درباره خضر، شاه دخت و الاطبار، شهر بانو، در باغ روشنایی، گزیده حدیقت الحقیقه، تصحیح و تحقیق کتاب نسمت الشهر به ذکر من تشیع، الوحشیات و تصحیح و تحقیق دیوان خازن فقط بخشی از فعالیت‌های علمی و آثار دکتر مهدوی دامغانی است. روحش شاد و یادش گرامی. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. دکتر مهدوی دامغانی که تلفیقی از عشق سوزان به اهل بیت علیهم السلام و مهری ژرف به سرزمین مادری و فرهنگ ایران بود، در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته: بر روی چشم‌ها و لبانم از تربت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه که در لای قرآن کوچک جیبی جلد چرمی قرمزی که در اوین همراه هم بود به ترتیبی که مقرر است بگذارند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی مهدوی دامغانی از قم با ما هستند. جناب مهدوی، سلام و عرض تسلیت. سلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم از لطف و محبت حضرت عالی. تشکر میکنم از ارتباطتون و عرض سلام و تحیت خدمت همه بینندگان عزیز دارم. دعای خیرت همتون انشالله بدرقه راه اون بزرگ مرد باشد. سلامت باشین. جناب آقای دامغانی، در ابتدا کمی درباره عشق وافر دکتر مهدوی دامغانی به اهل بیت علیهم السلام که حتی در وصیت‌نامه مکتوبشان متبلور است بفرمایید.
اجازه بفرمایید من پیش از آغاز سخن ابتدا به نیابت از همه مؤمنین و مؤمنات در سراسر عالم، خاصه از طرف مرحوم مغفور عموجان عزیزم آقای دکتر احمد سلامی محضر مقدس حضرت سید الشهدا عرضه بدارم. بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ابی انت و امی یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، لعن الله ظالميك ولعن الله قاتليك. عرض به حضور انور شما و همه بینندگان عزیز، آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی اونطور که فرموده بودند و شاهد بودیم بیش از 80 سال بود که ملتزم بودند، هر روز زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو قرائت کنند با حال مخصوصی که در ایشون بود و کسانی که با ایشان حش داشتند شرایط ایشون رو میدانستند. نمیشد نام یکی از ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین رو ببرند یا این که در مجلس ایشون گفته شود الا این که اشک چشم ایشان جاری بود و چون پروانه ای از حضورتون بر گرد این مشعل فروزان خودشون رو در پرتو ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین می دیدند. در خدمتتون هستم. ایشون میگویند که آقای دامغانی ما را بیشتر در جریان فعالیت های فرهنگی و علمی ایشون با محوریت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در میان بگذارید. محضر شما عرض کنم ایشون فرهنگ و علمی که بود همه را آمیخته کرده بودند به عشق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت و غیر از این چیزی نبود. هر اون چی که از روایات میخوندن و هر اون چی که از اشعار عرب که تسلط فراوان داشتن و اشعار بزرگان فارسی که تسلط بسیار داشتن، هر اون چی میسرودند و میخوندند و میگفتند همه متبلور در عشق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بود. میگویند ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. این رو رسول اکرم فرمودند که میزان ایمان اشخاص دوستی حضرت سید الشهدا است. من اگر خواسته باشم در عرض به حضور شما بدهی شما در این فرصت کم بگویم، یادم میاد بیش از 50 سال قبل در عنفوان جوانی که در خدمت ایشون بودم، شبها در اتاق مجاور اتاق ایشون از صدای ناله های ایشون و زیارت ها و تهجد های ایشون از خواب بیدار می شدم و این عشق و علاقه از همون قدیم در ایشان بوده که اخیراً هم خدمت حضرت آیت الله العظما سیستانی در همین ماه رجب گذشته که رسیدم، ایشون هم پس از اینکه جویای احوالات عموجان بودند فرمودند که یادم هست و خودشون هم گفتند که از کودکی تا کنون در روزهای جمعه همیشه ملتزم به زیارت جامعه بودند و هر روزه ملتزم به زیارت عاشورا صلوات الله علیه اجمعین. فرهنگ و علمی به جز محبت اهل بیت باقی نیست. آقا مهدوی، آقا مهدوی، به نظر شما نقطه عطف یا مهمترین ایستگاه زندگی مرحوم مهدوی دامغانی چه بود؟ می توان در این مقوله به عرض شما برسانم که ایشون اونچه که تبلور در وجودشون داشت این بود که آینه تمام نمای
انسانیت بودند، یعنی همه کمالات انسانی چنون در ایشون جمع بود، از فتوت و اخلاق و شرافت و مردانگی و مهر و و و و چنان بود که می توانیم بگوییم آینه و آیت و آینه ذات حضرت حق و رحمت الهی آیتی بود از رحمت الهی و نشانه پروردگار خداوند متعال در روی این کره خاکی. هر کس که این را می تشکر میکنم آقای مهدوی.